سناتور مایک انزی رئیس کمیته بودجه سنا شنبه با انعکاس نظر حوزه های انتخاباتی جمهوری خان گفت آنها معتقدند دولت زیاد هزینه می کند، مالیات زیاد می گیرد و مقررات زیاد است. سناتور انزی بزرگترین نگرانی آنها را به های بالای کشور توصیف کرد. از زمانی که پرزیدنت کارش را آغاز کرده او هر سال در مقابل چالش های مالی که دولت با آن روبرو بوده همان رو کرد را دنبال کرده او خانه هزینه بالاتر مالیات بیشتر مقررات بیشتر است و میخواهد بیشتر قصد کند و ما را بیشتر و بیشتر بدهکار میکند شان دانوان مدیر دفتر مدیریت و بودجه دولت در توضیح به کمیته بودجه سنا گفت بودجه 2016 با هدف تقویت اقتصاد طبقه متوسط و رشد مشاغل با درآمدهای بالا تنظیم شده است. با جایگزین کردن کاهش های خودکار با ترکیبی از کاهش هزینه ها به صورت هوشمند، یک پاچه کردن برنامه و قضاوت صحیح در بستن راه گوریست ها، این بودجه زمینه را برای سرمایه گذاری روی اقتصاد و امنیت ملی ما فراهم می کند. برنی ساندرز سناتور ارشد مستقل کمیته در مورد برابری درآمد این سوال را با جمهوری مطرح کرد که آیا آنها تحت عنوان کاهش بدهی ها قصد ایجاد مانع بر سر راه این بودجه را دارند سناتورهای دیگر جمهوری خواه کمیته سه شنبه کما پیش انتقادهای دیروز رهبران جمهوری را مطرح کردند سناتور جف سیشن با انتقاد گفت از 2007 تا کنون قدرت خرید طبقه متوسط آمریکا به شدت تحلیل رفته و بودجه آقای اوباما خلاف قانون بودجه عمل می کند. سناتور کلی آیات با انتقاد گفت به جای افزایش بدهی ها بهره کلان این بدهی ها می تواند صرف آموزش و پرورش و تقویت امنیت ملی شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گفت در بودجه 2016 افزایش مالیات درآمد ثروتمندان و سود شرکت هایی که در خارج مالیات کمتری میپردازند هزینه بهبود اقتصاد طبقه متوسط و سرمایه گذاری روی فعالیت های عمده زیربنایی در کشور را تمین می کند. طرفداران کاهش هزینه های دولت و پرداخت بدهی کشور از این بودجه ناراضی اند زیرا این بودجه تنها در 2016 یک کسری 474 میلیارد دلاری ایجاد می کند. شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن